40 حدیث درباره ابو عبدالله امام حسین علیه السلام. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند کربلا پاکیزه ترین بقعه روی زمین و از نظر احترام بزرگترین بقعه هاست و الحق کربلا از بساط‌های بهشت است. امام صادق علیه السلام فرمودند سجده بر تربت امام حسین علیه السلام تا زمین هفتم را نور باران می کند و کسی که تسبیحی از خاک مرقد حسین علیه السلام را با خود داشته باشد تسبیح گوی حق محسوب می شود، اگرچه با آن تسبیح هم نگوید. سلام، با یکی دیگر از ویدیوهای نکست مدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد نکست مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهین. همچنین برای حمایت از ما ویدیوی ما را لایک کنید. شخصیت، قیام و نهضت امام حسین علیه السلام همیشه در کلام معصومین وجود داشته است و عجب آن که حتی معصومین پیش از امام حسین علیه السلام نیز اشاراتی به این واقعه و سرزمینی که در آن مصائب عاشورا رخ داده است داشتند. حریم پاک. پیامبر اکرم می‌فرمایند کربلا پاکترین بقعه روی زمین و از نظر احترام بزرگترین بقعه هاست و الحق که کربلا از بساط‌های بهشت است. سرزمین نجات. پیامبر اکرم می‌فرمایند پسرم حسین در سرزمینی به خاک سپرده می‌شود که به آن کربلا می‌گویند، زمین ممتازی که همواره گنبد اسلام بوده است، چنانچه خداوند یاران مؤمن حضرت نوح را در همانجا از طوفان نجات داد. مسلخ عشق. حضرت علی علیه السلام روزی گذرش از کربلا افتاد و فرمودند اینجا قربانگاه عاشقان و مشهد شهیدان است. شهیدانی که نه شهدای گذشته و نه شهدای آینده به پای آنها نمی رسند. عطر عشق. امیر مؤمنان خطاب به خاک کربلا فرمود چه خوشبوی ای خاک، در روز قیامت قومی از تو به پا میخیزند که بدون حساب و بیدرنگ به بهشت میروند. ستاره سرخ محشر. امام سجاد علیه السلام فرمودند زمین کربلا در روز رستاخیز چون ستاره مرواریدی می درخشد و ندا می دهد که من زمین مقدس خدایم، زمینی پاک و مبارک که پیشوای شهیدان و سالار جوانان بهشت را در بر گرفته است. کربلا و بیت المقدس. امام صادق علیه السلام فرمودند کربلا از خاک بیت المقدس است. فرات و کربلا. امام صادق علیه السلام فرمودند سرزمین کربلا و آب فرات اولین زمین و نخستین آبی بودند که خدای متعال به آن قداست و شرافت بخشید. کربلا، کعبه انبیا. امام صادق علیه السلام فرمودند هیچ پیامبری در آسمان ها و زمین نیست مگر اینکه میخواهد خداوند متعال با آنان رخصت دهد تا به زیارت امام حسین علیه السلام مشرف شوند. چنین است که گویی به کربلا فرود آیند و گروهی از آنجا عروج کنند. کربلا، مطاف فرشتگان. امام صادق علیه السلام فرمودند هیچ فرشته‌ای در آسمان و زمین نیست مگر اینکه می‌خواهد خداوند متعال به او رخصت دهد تا به زیارت امام حسین علیه السلام مشرف شود. چنین است که همواره فوجی از فرشتگان به کربلا می‌آیند و فوجی دیگر عروج می‌کنند. راه بهشت. امام صادق علیه السلام فرمودند جایگاه قبر امام حسین علیه السلام دری از درهای بهشت است. کربلا، حرم امن.
امام صادق علیه السلام فرمودند براستی که خدای متعال کربلا را حرم امن و با برکت قرار داد پیش از آن که مکه را حرم قرار دهد. شایان ذکر است منظور از این روایت در عالم بالاست که قبل از مکه کربلا حرم امن الهی قرار گرفت. زیارت مداوم. امام صادق علیه السلام فرمودند کربلا را زیارت کنید و این کار را ادامه دهید، چرا که کربلا بهترین فرزندان پیامبر را در آغوش خیش گرفته است. بارگاه مبارک. امام صادق علیه السلام فرمودند آن ساحل وادی ایمن که خدا در قرآن یاد کرده فرات است و بارگاه بابرکت نیز کربلا است. شوق زیارت. امام باقر علیه السلام فرمودند اگر مردم می دانستند که چه فضیلتی در زیارت مرقد امام حسین علیه السلام است، از شوق زیارت می مردند. حج مقبول و ممتاز. امام باقر علیه السلام فرمودند زیارت قبر رسول خدا و زیارت مزار شهیدان و زیارت مرقد امام حسین علیه السلام معادل است با حج مقبولی که همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به جا آورده شود. تولدی تازه. همران میگوید هنگامی که از سفر زیارت امام حسین علیه السلام برگشتم، امام باقر علیه السلام به دیدارم آمد و فرمودند ای همران، به تو مژده میدهم که هر کس قبور شهیدان آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم را زیارت کند و مرادش از این کار رضایت خدا و تقرب به پیامبر باشد، از گناه بیرون میآید، مانند روزی که از مادر تولد شده باشد. زیارت مظلوم. از امام باقر و امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند هر کس که میخواهد مسکن و مأوایش بهشت باشد، زیارت مظلوم امام حسین علیه السلام را ترک نکند. شهادت و زیارت. امام صادق علیه السلام فرمودند مرقد امام حسین علیه السلام را زیارت کنید و با ترک زیارتش به او ستم نورزید، چرا که او سید جوانان بهشت از مردم و سالار جوانان شهید است. زیارت بهترین کار. امام صادق علیه السلام فرمودند زیارت قبر امام حسین علیه السلام از بهترین کارهاست که میتوان انجام داد. سفره‌های نور. امام صادق علیه السلام فرمودند هر کس دوست دارد روز قیامت بر سفره‌های نور بنشیند، باید از زائران امام حسین علیه السلام باشد. شرط شرافت. امام صادق علیه السلام فرمودند کسی که می‌خواهد در امسایگی پیامبر و در کنار علی علیه السلام و فاطمه باشد، زیارت امام حسین علیه السلام را ترک نکند. زیارت فریضه الهی. امام صادق علیه السلام فرمودند اگر یکی از شما تمام عمرش را احرام حج ببندد اما امام حسین علیه السلام را زیارت نکند، حقی از حقوق رسول خدا را ترک کرده است، چرا که حق امام حسین علیه السلام فریضه الهی و بر هر مسلمانی واجب و لازم است. کربلا کعبه کمال. امام صادق علیه السلام فرمودند هر کس به زیارت کربلا نرود تا بمیرد، ایمانش ناتمام و دینش ناقص خواهد بود و بهشت هم که برود پایین تر از مؤمنان در آنجا خواهد بود. از زیارت تا شهادت. امام صادق علیه السلام فرمودند زیارت امام حسین علیه السلام را ترک نکن و به دوستان و یارانت نیز همین را سفارش کن تا خداوند عمرت را دراز و روزی و رزقت را زیاد کند و خداوند تو را با سعادت زنده دارد و نمیری مگر با شهادت. حدیث محبت. امام صادق علیه السلام فرمودند هر کس که خدا خیرخواه او باشد، محبت حسین علیه السلام و زیارتش را در دل او می اندازد و هر کس که خدا بدخواه او باشد، کینه و خشم حسین علیه السلام و خشم زیارتش را در دل او می اندازد. نشان شیعه بودن.
امام صادق علیه السلام می‌فرمایند کسی که به زیارت قبر امام حسین نرود و خیال کند که شیعه ماست و با این حال و خیال بمیرد، او شیعه ما نیست و اگر از اهل بهشت باشد از میهمانان اهل بهشت خواهد بود. سکوی معراج. امام صادق علیه السلام فرمودند هر کس که به زیارت قبر امام حسین علیه السلام نائل شود و به حق آن حضرت معرفت داشته باشد، خدای متعال او را در بلندترین درجه عالی مقامان ثبت می کند. مکتب معرفت. حضرت امام موسی کاظم علیه السلام فرمودند کمترین ثوابی که به ظاهر امام حسین علیه السلام در کرانه فرات داده می شود این است که تمام گناهانش بخشوده می شود، به شرط اینکه حق و حرمت ولایت آن حضرت را شناخته باشد. همچون زیارت خدا. امام رضا فرمودند کسی که قبر امام حسین علیه السلام را در کناره فرات زیارت کند مثل کسی هست که خدا را زیارت کرده است. زیارت عاشورا. امام صادق علیه السلام فرمودند هر کس که امام حسین علیه السلام را در روز عاشورا زیارت کند، بهشت بر او واجب می شود. بالاتر از روسفیدی. امام صادق علیه السلام فرمودند کسی که شب عاشورا در کنار مرقد امام حسین علیه السلام سحر کند، روز قیامت در حالی به پیشگاه خداوند خواهد شتافت که به خونش آغشته باشد، مثل کسی که در میدان کربلا و در کنار امام شهید شده باشد. نشانه های ایمان. امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند نشانه های مؤمن 5 چیز است: 50 رکعت نماز یعنی نماز یومیه و نمازهای نافله، زیارت اربعین، انگشتر به دست راست کردن، بر خاک سجده کردن، بسم الله الرحمن الرحیم را در نماز بلند گفتن. رواق منظره یار. پیامبر خدا فرمودند بدانید که اجابت دعا زیر گنبد حرم او و شفا در تربت او و امامان علیهم السلام از فرزندان اوست. تربت و تربیت. امام صادق علیه السلام فرمودند کام کودکانتان را با تربت امام حسین علیه السلام بردارید، چرا که خاک کربلا فرزندان را بیمه می کند. بزرگترین دارو. امام صادق علیه السلام فرمودند شفای هر دردی در تربت قبر امام حسین علیه السلام است و همانی است که بزرگترین داروهاست. تربت و 7 حجاب. امام صادق علیه السلام فرمودند سجده بر تربت امام حسین علیه السلام حجابهای 7 گانه را پاره می کند. سجده بر تربت عشق. رسم حضرت امام صادق علیه السلام چنین بود که جز بر تربت امام حسین علیه السلام به خاک دیگری سجده نمی کرد و این کار را از روی خشوع و خضوع برای خدا انجام می داد. تسبیح تربت. امام صادق علیه السلام فرمودند سجده بر تربت امام حسین علیه السلام تا زمین هفتم را نور باران می کند و کسی که تسبیحی از خاک مرقد حسین علیه السلام را با خود داشته باشد، تسبیح گوی حق محسوب می شود، اگرچه با آن تسبیح هم نگوید. تربت شفا بخش. امام موسی کاظم علیه السلام می فرمایند چیزی از خاک قبر من بر ندارید تا به آن تبرک جویید، چرا که خوردن هر خاکی جز تربت جدم امام حسین علیه السلام بر ما حرام است. خدای متعال تنها تربت کربلا را برای شیعیان و دوستان ما شفا قرار داده است. یکی از 4 نیاز. حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمودند پیروان ما از 4 چیز بی نیاز نیستند: سجاده‌ای که بر روی آن نماز خوانده شود، انگشتری که در دست باشد، مسواکی که با آن دندان را مسواک کند، تسبیحی از خاک مرقد امام حسین علیه السلام.
رسیدیم به پایان یکی دیگر از ویدیوهای نکست مدیا. برای ویدیوهای اینچنینی نکست مدیا را سابسکرایب کرده و آیکن زنگ را کلیک کنید و برای حمایت از ما تنها ویدیوی ما را لایک کنید. خدا نگهدار.